سرخط خبرها. اگر طالبان حقا برا ندهند، ایران ممکن است اقدام نظامی کند. زنان در کابل و تخار باری دیگر علیه طالبان تظاهرات کردند. طالبان 9 نفر را در 3 ولایت شلاق زدند. جوان در کاپیسا مادرش را با ضربات چاقو به قتل رساند. و یک جوان نامزاد در قندوز به دلیل نبود پول ازدواج خودکشی کرد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. زنان در کابل و تخار باری دیگر علیه طالبان تظاهرات کردند. دو گروه از زنان روز شنبه باری دیگر در خیابان‌های کابل و تخار در برابر سیاست‌های ستمگرانه طالبان تظاهرات کردند. منابع از کابل به رسانه‌ها گفتند طالبان با آگاهی از برنامه تظاهرات زنان در این شهر به محل برگزاری این تجمع حمله کردند. در همین حال، در تصاویری که به رسانه‌ها رسیده دیده می‌شود که زنان معترض محل تجمع خود را تغییر داده و در خیابان دیگر قطعنامه خود را می‌خوانند. همزمان ویدئویی از تخار به رسانه ها رسیده که در آن دیده می شود گروهی از زنان معترض با حضور در خیابانان علیه سیاست های طالبان شعار می دهند. در این ویدیو دیده می شود که زنان معترض در خیابان های تخار در شعارهای خود گفتند مرگ بر ستمگر، چه طالب چه لابیگر، هشدار هشدار، جهان فراموش کار، و طالب جنایت می کند، امریکا حمایت می کند نیز از شعارهایی است که زنان معترض در تخار سر دادند. در همین حال، جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان اعلامیه‌ای به مناسبت 15 اگست سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان منتشر کرده و طالبان را گروه تروریستی و فاشیستی خوانده است. در اعلامیه آمده است که مردم در حاکمیت فاشیستی طالبان نمی‌توانند نفس بکشند. طالبان 9 نفر را در 3 ولایت شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که در ولایت های فاریاب، جوزجان و ننگرهار 9 تن را به اتهام لواطت و رابطه نامشروع در محضر عام شلاق زده است. طبق اعلام دادگاه عالی طالبان، در فاریاب 4 نفر با اتهامات رابطه نامشروع و لواطت محاکمه و هر یک از 29 تا 30 ضرب شلاق محکوم به مجازات شده بودند. این دادگاه روشن نکرده است که در جمع متهمان چند زن بوده است. مسئولان محلی طالبان در جوزجان نیز گفتند که بر 2 نفر به شمول یک زن در ورزشگاه شهر شبرغان در ملای عام حکم شلاق اجرا شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در جوزجان گفته است که این 2 نفر متهم به داشتن رابطه نامشروع بودند و در دادگاه این گروه به 39 ضرب شلاق محکوم به مجازات شده بودند. در همین حال، دادگاه عالی طالبان نیز اعلام کرده که 3 نفر در ولسوالی لالپور و ننگرهار در محضر عام شلاق زده شدند. طبق اعلام دادگاه عالی طالبان، این 2 نفر نیز به لواطت متهم بودند که هر یک به 39 ضرب شلاق محکوم به مجازات شده بودند. اگر طالبان حقابه را ندهند، ایران ممکن است اقدام نظامی کند. روزنامه هم مینهن ایران بحران آب در سال جاری در این کشور را جدی دانسته و نگاشته که اگر طالبان حقابه را ندهند، ایران ممکن است اقدام نظامی کند و طالبان در مقابل سخن از نیروهای انتحاری میزنند. این روزنامه در مطلب زیر نام خطر طالبان را جدی بگیریم، طالبان را خطر به ایران دانسته و هشدار داده که این گروه باید جدی گرفته شود، چون طالبان متفاوتر از سال 1377 است که بعد از خروج امریکا رقم بسیار بالای اسلحه در افغانستان به جا گذاشته است. اکبر مختاری، کارشناس ارشد روابط بین‌المللی در این مطلب افزوده، امروز در نزدیکترین کشور همسایمان افغانستان حکومت سرکار آمده است که میتواند بزرگترین چالش امنیتی را برای ایران امروز درست کند. طالبان امروز با طالبان سال 1377 تفاوت هایی دارد، اما این تفاوت ها نه از جنبه مثبت بلکه از بعد خطرات امنیتی بیشتر است. نویسنده تاکید کرده است دیگر احمد شاه مسعود در پنجشیر نیست که با کمک آن ایران در صورت نیاز طالبان را بردارد و امروز حتی بخشای مهم از پنجشیر به دست جنگجویان طالبان افتاده است. این در حال است که تنش‌ها بر سر حقابه میان طالبان و جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته است. طالبان بارها گفتند که در رود هیرمن آب نیست، اما طرف ایرانی این ادعای طالبان را رد کرده، گفتند آب به اندازه کافی وجود دارد.
جوان در کاپیسا مادرش را با ضربات چاقو به قتل رساند. مسئولان محلی طالبان در کاپیسا گفتند که یک زن 55 ساله در این ولایت از سوی پسرش توسط چاقو در نخست زخمی و سپس در شفاخانه جان باخته است. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی طالبان در کاپیسا گفته که این رویداد حوالی ساعت 8 جمعه شب 20 اسد در روستای کنشکان ولسوالی حصه دوم این ولایت رخ داده است. عامل این رویداد که سعید جان نام دارد، به دستور پدرش از سوی برادر خود سنش با شلیک تفنگ شکاری زخمی شده است. به گفته دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی کاپیسا، سعید جان از سوی طالبان بازداشت، اما برادرش پس از رویداد از ساحه فرار کرده است. مسئولان محلی طالبان در مورد انگیزه این رویداد چیزی نگفتند. یک جوان نامزد در قندوز به دلیل نبود پول ازدواج خودکشی کرد. منابع محلی در قندوز به خبرگزاری آماج نیوز گفتند که یک جوان پس از 7 سال نامزدی به خاطر مشکل‌های اقتصادی و به دلیل بدرفتاری خانواده خسرش با تفنگ چره‌ای به زندگیش پایان داده است. و گفته منابع او باشنده ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز بود و به دلیل عدم پرداخت پول زیر نام مهریه در خانه خسرش و در مقابل چشمان نامزادش خودکشی کرده است. خانواده نامزاد این جوان 700,000 افغانی را پیش شرط برای ازدواج او گذاشته بودند. بر روایت منابع این جوان اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته بود و سالها در ایران مصروف کار بوده است، اما با پولهایی که تای چند سال فرستاده بود پدرش به بار دوم ازدواج کرده است. قلمرو جهادگرایان، جنگجویان خارجی داعش در افغانستان چی کسانند؟ گزارش از خبرگزاری 8 صبح. بر اساس یافته های روزنامه 8 صبح، داعش خراسان در افغانستان علاوه بر جنگجویان بومی، شمار زیاد از جنگجویان خارجی را نیز به تشکیلات خود اضافه کرده است. پاکستانی ها که همواره از گزینه های اصلی داعش خراسان برای رهبری شمرده می شوند، پس از دو دوره رهبری این شاخه داعش، اکنون نیز نقش قابل ملاحظه در شورای لجنده دارند. این شورا مرجع تصمیم گیری داعش خراسان است و تسهیم رهبری این شاخه را ارزیابی و نهایی می کند. همچنان با وجود کشته شدن شمار از فرماندهان پاکستانی داعش در افغانستان، برخی از پاکستانی ها هنوز به عنوان امیر نامنهاد برخی از ولایت ها از جمله کنر و لغمان فعالیت می کنند. این در حال است که جنگجویان ازبکستانی جندلا نیز به تازگی وارد تشکیل داعش خراسان شدند. یافته ها نشان می دهد که اعضای ازبکستانی گروه جندلا پس از ترور رهبرشان توسط طالبان با حدود 2000 جنگجو برای گرفتن انتقام با داعش بیعت کرده و وارد تشکیلات خراسان شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.